ما آرمینو بیاریم بالا یا آرمینو دیگه. آره بابا چیز آرمینو بیاد میخواستی بگی؟ بالا. من همیشه نه حواسم باشه. آرمینو بیاد بالا، منم برم پایین دیگه، دو تا آرمین بمونه کنارم. بابا کم خواب بگیم بیاد. سلام آرمین جان. سلام، صدای من میاد؟ بله بله بله. سلام، میخواستم بگم که یکی از ویدیوهایی که گذاشته بودید کانالتون یادم میاد که رشتی راجب این حرف میزدی که مثلا گاو و گوسفند و خوک و اینا چون همون خیشتن آگاهی ندارن و از وجود خودشون آگاه نیستن، پس برای همین اگه تو مثلا جونشون رو ازشون بگیری، چیزی رو ازشون گرفتی که خودشون اصلا از وجودش آگاهی ندارن، پس بنابراین عملا ظلمی بهشون نکردی و کار غیر اخلاقی نیست. درسته؟ اشتباه نمی‌کنم؟ آره، ولی آگاهی از درد دارن. خب برای همین آگاهی، برای همین درد اگه دردی بکشن، شما دارین بهشون ظلم می‌کنید. حالا فرض کن با یه روشی که مثلا عملا ادعا اینه که چون خودشون از وجود خودشون خبر ندارن، برای همین چیزی رو اگه بکشیشون، چیزی رو ازشون گرفتی که خودشون نمیدونن، پس برای این کار مشکل نداره. درست. خب حالا یه سوالی برای من به وجود میاد. الان مثلا فرض کن یه آقایی، خب آقای ایکس، گوشه خونش یه چیزی داره، یه مال و اموالی داره گوشه خونش که حتی خودش هم از وجود اون مال و اموال خبر نداره. بعد اگه تو بری اونو ازش بدزدی بدون اینکه طرف هیچ وقت متوجه بشه، هیچ وقت قرار نیست طرف بفهمه که تو اون ازش دزدیدی و خودش هم از وجود اون خبر نداشته، پس الان تو چیزی ازش گرفتی که خودش نمیدونسته که داره، پس بنابراین تو کار غیر اخلاقی نکردی و دزدی تو کار اشتباهی نبوده. نه، این غیر اخلاقی هست بخواد به این دلیل که اگه میتونستیم بهش آگاهی بدیم که اینو داره، میتونست از این استفاده بکنه و لذت ببره. حیوانی که شما میکشین هیچ وقت قابلیت اینو نداشت که بتونه آگاهی داشته باشه از اینکه وجود داره، ولی اون این مالی رو که از این شخص دزدیدین، اگه بهش میگفتین این خونتونه، قابلیت اینو داشت که بتونه از این مالی که داره لذت ببره. بس به خاطر اینکه پتانسیل اینکه اون چیزی که داره رو شما الان گیری که میتونین به من بدین، گیری که میتونین به من بدین این که ببینین که حیوانی که شما میکشین، خب میتونین از همین حرف من میتونین علی من استفاده بکنین، بگین که خب شما چیزی رو که دارین از این حیوان میدوزین روزهایی بود که میتونست زنده باشه و از زندگیش لذت ببره و از اون روزها دیگه لذت نمیبره. خب مثلا فرض کنیم من یه گاو رو میکشم بدون درک بخوریمش، درسته که با اینکه خیشتن آگاه نیست و این دان آگاهی از وجود خودش ازش نگرفتم، ولی این مثلا اگه مثلا میتونست 5 سال دیگه زندگی بکنم، چه میدونم علف بخوره، یه مقدار سکس داشته باشه، چه میدونم بخوابه، یه خواب خوبی داشته باشه، میدونم بچه دار بشه، بچه‌شو ببینه، از اینا میتونست لذت ببره و من اونا رو از این گاو دزدیدم. خب این گیر جالبی میشه به من، ولی اون وقت من باید بگم که ببینید خب این گاو اصلا وجود نخواهد، قرار نبود داشته باشه بدون اینکه شام ما بشه. میدونید دارم چه؟ یعنی این گیر درستی نیست، برای اینکه ما اگه گوشت نمیخوریم اصلا این گاو اصلا قرار نبود وجود داشته باشه که بخواد ما یه سری روزا ازش بگیریم. یعنی همون روزهایی هم که داشت تا قبل از اینکه ما بکشیم بخوریمش، به خاطر این بوده که ما گوشت گاو رو میخوریم. به عبارت دیگه پس اگه این گیر رو بخوایم به من بدین، من باید دوباره این گیر رو به شما بدم که ما اصلا پس باید گوشتخوار بشیم که یه سری حیواناتی بتونن زندگی بکنن و تا یه حدی از زندگی لذتی ببرن. پس یه چیز دیگه هم بود دادم میاد که باز دوباره توی یکی ویدیوی دیگه که گفته بودین که مثلا به عنوان مثال خوک، اگه مثلا یه 10 تا خوک یه جا باشن دارن علفشون رو میخورن، بعد تو اگه مثلا اسقرشون رو برداری مثلا سرشو ببری، بقیه اون خوکا ادامه میدن به علف خوردنشون. خب پس بازم برای همین مثلا از کشتن اون مثلا خوکه آسیبی به بقیه نمیرسه. دقیقاً، من موقعی که به نظر میرسه آسیبی به بقیه خوک میرسه، موقعی که مثلا فکر کنم یه بچه رو از مادرش جدا کنی، مثلا یه بچه خوک از مادرش جدا بکنی، فکر کنم این برای مادر عذاب داره، ولی فکر کنم بقیه موقع ها من ندیدم اگر اثباتی وجود داره. اگرم عذابی وجود داشته باشه به اون اندازه ای نیست که برای ما انسان ها وجود داره. خب اگه یه بلای سر بابک بیاد، ما اینجا بسیار بیشتر ناراحت میشیم تا اینکه مثلا یک خوکی ببینه یه خوکی دیگه جلوش. خیلی هم خوشحال میشه.
حالا اون یه داستان دیگه یه سوال، یه اومنی پارک رو میشناسی؟ همون کره شمالیه که فرار کرده بود از بذار من اینو برای کسایی قبل از اینکه بریم سراغ بحث دیگه من اینو اشاره کنم که منظور نه همین بحثه. نه بذار من فقط به بقیه بگم که ممکن متوجه نشن که چرا ما داریم در مورد صحبت میکنیم. چون ما اگه از لحاظ کاربردگرایی اگه بخوایم صحبت بکنیم، وقتی که ضربه‌ای که به یه نفر هزینه ناراحتی که یه نفر میکشه یا دردی که یه نفر میکشه، فقط اون شخص و ناراحتیش رو نباید توی محاسبات خودمون قرار بدیم که آیا یه چیزی خوبه یا بده. باید هزینه‌ای که بقیه هم میکشن تحمل باید بکنن، اونا رو هم باید در نظر بگیریم. خب یعنی شما مثلا اگه کسی بمیره، مثلا هزینه‌ای که برای تو محاسباتمون که ببینیم که این چقدر هزینه داشته، چقدر کاربرد داره یه چیزی یا چقدر هزینه داره، باید تاثیرش رو روی همه در نظر بگیریم، نه فقط روی اون شخص و روی جامعه به طور کل. بعد حالا یومنی پارکو که میشناسی؟ همون خانومی که از کره شمالی فرار کرده بعد الان یوتیوب اینا داره. آره. من یه پیشنهادی میکنم، یه پیشنهادی به بقیه به همتون میکنم. به کسی نگین که میشناسی، چون اگه نشناسه طرف اون وقت احساس ناراحتی فکر میکنه که خب باید میشناخته و الان احساس میکنه که خب پس من چقدر داری به بقیه مثلا داری میگی که مثلا من کمبود آگاهی دارم که نمیشناسم. خب برای همین اگه میخوام ببینین میتونیم بگین که من نمیدونم، شاید بشناسی یا نشناسی، ولی یه خانومی هست اسمش اینه، بعد شخص مقابل میتونه به شما بگه که آها آره من میشناسم، یعنی که نه نمیشناسم. ولی اگه به این نفر بگین که مثلا این کتابو که خوندی حتما، شما حتما این کتابو خوندین، یعنی یه جوری احساس میکنه خب نه نخوندم پس پس من نقص دارم آخه، یعنی یه جوری اینجوری نگین به کسی. به نظر من باش درست پیشنهادم. حالا یه چیز جالبی بود، حالا آرمین اینجا هم هست یا میگه آرمین هم هست، یه سوالی بود حالا خیلی جالب. بذار این حرفش تمام بشه یادت نره بعد میریم سراغ حرف. بگو آرمین جان. مثلا بعد توی یکی از قسمت‌های پادکستش با جو روگن داشت میگفتش که توی کره شمالی که بودن، توی اون روستایی که بودن، مثلا دیدن جنازه آدمو در مثلا آدم در حال مرگ و میر یه چیز عادی براشون بود و مثلا فرقی براشون نمی‌کرد. خب مثلا میدیدن که یه نفر اون وسط مثلا افتاده از گشنگی داره میمیره، اصلا اعضای بدنش هم مثلا معلومه قشنگ، ولی هیچ حسی هیچ آسیبی بهشون نمیرسید. یا مثلا جلوی بیمارستان مثلا پر جنازه بوده، مثلا موشا جنازه ها رو میخوردن، بچه های دیگه بغل همون جنازه های انسان دنبال موشا میکردن که موشا رو بخورن. خب پس مثلا اون شرایط، فرض کن مثلا تو بابک، خب تو کره شمالی بابک یهو گرسنه‌ش میشه، تصمیم میگیره یهو مثلا یه مثلا اون آدمی اونجا کره شمالی رو بگیره مثلا بدون درد بکشه، به سیخ بزنه، کباب کنه، بخوره. خب به بقیه افراد اونجا طبق چیزی که میدونیم آسیبی نمیرسه، همونطور که مثلا اون خوکار مایکروفونت باش داری میزنی فوت میکنی به مایکروفون، مراقب باش بگو. نه فوت نمیکنم، داره تکون میخوره. آره بعد چیز مثلا مثل همون خوکا، همونطور که خوکا ادامه میداده مثلا به علف خوردنشون، اگه تو همون روستا تو کره شمالی هم مثلا تو یکی رو بگیری بکشی بعد مثلا بخوریش، بقیه هیچ فرقی براشون نمیکنه، بقیه همون ادامه مثلا بچه میره همون موشه رو بره بگیره. پس مثلا اگه همونطوری گفتم بابک مثلا اینجای فرقش اینه که اون شرایط بسیار عادی برای انسان هاتون هست. خب اگه انسان ها یک سری درسته، اگه نیازهای اولیه انسان ها به طور خیلی شدیدی ازشون گرفته بشه، نیازهای محبت و اینا، نیازهای محبت و اهمیت تو جامعه و معنی زندگی، معنی داشتن زندگیمون و اینا خیلی اهمیت برامون نخواهد داشت. خب دوستی و عشق و زیبایی و محبت و اینا همش میره کنار وقتی که نیازهای اولیه انسان اصلا به طور شدیدی بهش حمله بشه. خب توی همچین شرایطی ممکنه ما این احساساتو نداشته باشیم. خب ولی این شرایط بسیار غیرعادی هست برای یک انسان. خب ولی شما هیچ خوکی رو، من فکر کنم شما حتی اگر تو راحت ترین شرایط توی هتل خوک ها هم اگه براشون داشته باشین، هر روز براش ماساژشون هم بدین، بهترین غذاها رو هم بهشون بدین، سپا هم براشون بذارین، چه میدونم آهنگ زیبا هم براشون بذارین که بهشون آرامش بدین و اینا،
هنوزم تو اون شرایط فکر نکنم اون خوک‌ها بتونن برای هم ارزش قائل باشن که ما انسان‌ها برای هم ارزش قائلیم. خب برای همین این قابل فکر نکنم مقایسه درستی باشه. یعنی ما باید انسان ما باید انسان رو باید توی شرایط بسیار بسیار افتضاحی میتونیم به اینجا برسونیم که یک همچین ارزش هایی رو از دست بده. خب ولی هیچ حیوانی رو بگو به هر دلیلی و به هر شرایطی دقیقا اون آدم هایی که تو اون روستان با مثلا خوک هایی که توی طویلن براشون همدیگه هیچ تفاوتی نداره. خب اصلا فرقی نمی کنه که الان به چه دلیلی اونا به اونجا رسیدن، ولی مثلا الان اونا تو اون شرایطن که اگه یکیشونو بکشی بخوری به بقیه آسیب نمیرسه. پس اگه مثلا همونطور که پرسیدم، همون سوالی که پرسیدم، اگه مثلا تو و بابک مثلا اونجا باشی یا بابک گرسنش بشه یکیشونو بدونه که آسیب مثلا زجرش بده بکشه کباب کنه بخوره، پس تو مثلا به بابک نمیگی این چه کاری بود کردی، این کار غیر اخلاقیه. چون به بقیه شرایط بقیه... من تو اون شرایط به هیچ کسی نمیگم هیچ کار غیر اخلاقی کرده. همونجوری که مثلا بله ما نمیگیم به توی مثلا شما تو توی اون شرایط اون بچه‌هایی که معلومه ما الان شما فکر می‌کنیم ما میتونیم به کسی که تو اون شرایط در زندگی میکنه بهشون داره بگیم کار غیر اخلاقی کردن؟ نه 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 من نمیگم که مثلا خودتو مثلا بابکم کنار اونا همون جوری مثلا کره شمالی بودین فرسون که رفتین پاشدین اونجا، چون الان مثلا ما که مثلا شرایط خوکا رو که نداریم که. خب بیان فرض کن مثلا شرایط تو بابک متفاوته، پاشدین رفتین اونجا مثلا یه لحظه چیزی نیست مثلا کسی بخوره، مثلا بابک همونجوری گفت سه بار رو گفتم بابک مثلا یکشونو میگیره میکشه میخوره. خب شما از گرسنگی میمیرین، من به عنوان توریست رفتم اونجا. توریست که خب قاعدتا هیچ کس به عنوان توریست نمیتونه بره اونجا به اون شهر. نه میخوام بدونم من اونجا باید ساکن کره شمالی باشم که باید اون شرایط رو مثلا دارم تجربه میکنم. این کارو بابک داره چی کار میکنه؟ برای این داره این کار انجام میده که مثلا جون خودش رو نجات بده؟ برای چی داره این کار میکنه؟ گشنش چیزی نیست بخوره دیگه، یا باید مثلا موش بخوره که اگه موش بخوره مریض میشه میمیره، یا باید مثلا یه آدمو بگیره بخوره. آدم هم مریض ممکنه بشه بمیره، احتمالش کمتره. مثلا این اگه من فکر میکنم اگه این شخص دیگه بدون زرش تونسته بکشتش، یعنی یه خودش چه میمرده و این یه شرط کاملا اگه داره از گرسنگی میمیره، بالاخره از معیار اخلاقی ما وارد یه دنیایی داریم میشیم که خیلی فرق داره با دنیای عادی که داریم زندگی میکنیم. اون موقع معیار اخلاقی فرق میکنه. خب اگه یه نفر خودش قرار داره میمیره و شما فکر میکنین که من میتونم اینو این آدمو بخورم با اینکه زنده بمونم، خب و میتونم بدون زجر بکشمش، من فکر نکنم اگه از این زندان اومدیم بیرون کسی بیاد به شما از قانونی ممکنه به شما گیر بدم، برای اینکه باید برای اینکه قانون رو باید نگه داریم. ولی فکر کنم از اخلاقی کسی نیاد به شما بگه کار غیر اخلاقی کردی. من فکر نکنم تو شرایط بتونیم گیر بدیم خیلی به کسی. پس مثلا اگه اینجوری باشه، ولی این معیار اخلاقی رو خیلی ارزشی نداره برای ما، به خاطر اینکه ما داریم سعی می‌کنیم دوباره معیار اخلاقی بگردیم که تو زندگی روزمره‌مون باعث بهزیستی اکثر انسان‌ها میشه. خب این مثالای استثنایی که وجود داره که حالا ممکنه تو این شرایط بسیار عجیب غریب یه معیار اخلاقیمون اصلا از بالا به پایین بشه عوض بشه، خیلی خوبه. حالا فکر کردم بهش باعث میشه که ما بدونیم که معیار اخلاقیمون از کجا داره میاد، ولی باید حواسمون باشه که معیار اخلاقیمون خیلی ربطی با زندگی روزمرهمون نداره و باعث بهزیستی ما نمیشه. نه آخه میدونی چرا این مثال به اصطلاح خیلی عجیب غریب و خیلی خاص مثلا اومد تو ذهنم؟ چون که ببین شرایطی که مثلا اون آدما دارن اونجا، حالا مثلا این بیان مثال اینجوری در نظر بگیریم، مثلا بابک اونجا اون بغل سبزیجات هست، اون برم آدم هست، میتونه سبزیجات رو بخوره، میتونه آدم رو بخوره. خب بعد میگم شرایط خب مثلا فرض کن چه میدونم باید در نظر بگیری بابک گوشخوار نیست. حالا اونجا شرایط فرق داره. حالا بگو، حالا دارم مثال میزنم، هر چیزی غیر از آدم خب اونجا هست که بابک مثلا میتونه اونو بخوره یا آدم رو بخوره. خب الان دقیقاً شرایط خوکه که مثلا از نظر اینکه آسیب به کی به چه شکل میرسه، خب شرایط خوکه توی طویله با همون مثلا خب ببین آرمین جان، یک چیز در نظر یک کسی دیگه هم باید در نظر بگیری، خود بابک هم باید در نظر بگیری. خب
بابک ممکنه آسیب روحی یک آسیب روانی به خودش زده بشه که داره گوشت انسان رو میخوره، اونم باید تو محاسبت اضافه بکنه. درست. آره گوشت هم نور. آره آسیب روانی که به ما زده میشه وقتی یک گوشت خوک میخوریم از صفر نسبت به آسیب شما وقتی بدونین گوشت انسان رو میخوریم ناراحت میشین. مداخل از اون بعد حالا من برم بعد دوباره بیام یعنی که من باشه. آره فکر خوبیه. نه فکر خوبیه. آره میکنم سوالات خوبه ولی آرمین جان باش بازم بیا سوالات جالبه. باش. آره یه سه نفر دیگه بعد از تو یه سه نفر دیگه الان هستن دوباره بعد سه نفر میاریم بالا.